نوبتی هم باشه نوبت بچه هاست که میخوان با بابای قدری صحبت بکنن. خب شوله خان، حالا شما چی میخوای صحبت بکنی با بابا؟ حرف بزن. بابا امریکایی اول جلده بگه. بابا امریکایی مامان فیروز سلام. خب بعدش چی میخوایم بگیم بگونم؟ ها؟ شوله جون، شما یک شعرم بلدین بخونین شوله خانو؟ بخون ببینم. تینگل تینگل لیتشتر هاو آی وندر وات یو آی هفتر وفتر منسر آی آی مدانی لیتشتر هاو تینگل تینگل لیتشتر هاو آی وندر. حالا جلوه تو همین شعره میتونی بهتر قشنگتر بخونی؟ بخون ببینم. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up and wafted once so high, lime and lime little star. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Happy happy shall we be when in and when of A B C. بابا عرض کنم که بچه ها کودکستان که میرن در کودکستان بهشون انگلیسی یاد میدن و این شعرهایی که خوندن البته در کودکستان یاد گرفتن و این نوار ما اینطور که من دارم روی صفحه میبینم اون مراحل آخرش رو داره طی میکنه و امیدوارم که بتونم که پشت این پرده صبح پسرداییمون آقای یوسف رفینیا عازم نیویورک هستن و ما تصمیم داریم که انشاءالله بتونیم که این نوار رو صبح بدیم ایشون رو برای شما بیارن و الان مثل که زنگ تلفن صدا زد و فرنگیس خانم که رفت که جواب تلفن رو بده. حالا من ببینم که جلوه خانم میخواد برای بابا چی صحبت کنه. جلوه خانم، خب شما الان که بزرگ شدی و کلاس اولم هستی، امسال هم میخوای اول شاگرد بشی، برای بابا چی میخوای صحبت بکنی؟ بگوینم. ها؟ چی؟ نخند، خیلی صورت جلو نیار. ها بگوینم. بابای امریکایی سلام، مامان فیروز سلام، ایشالله که مینو جانه خوبه. من امروز میخواستم برای شما دو تا شعر بخونم، یکیش که به نام آهای آهای پاییزه، یکیش هم که به نام میو میو گربه هم. حالا آهای آهای پاییزه رو میخونم. آهای آهای پاییزه، برگ درخت میریزه، هوا شده کمی سر، زمین پر از برگ زر. این آهای آهای پاییزه. دومی شعر من میو میو گربه هم، الان میخونم. میو میو گربه هم، دور نره گربه هم، پیشی پیشی موش آمد، بدو بدو گربه هم. بابای امریکایی من حرفم تموم شد. خب بارکلا جلوه خانم. حالا شوله خانم، شما میخوایی که صحبت بکنی یا نه؟ نه بیا قشنگ صحبت کن ببینم چی میخوای بگی. چرا نه؟ بیا بیا اصلا شما برای دایی جان صحبت بکن. بدو بیا بگو دایی جان، شما نمیخوایی نامزد بکنی امریکا؟ چرا؟ بیا بیا جلو. آره 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 بیا بگو دایی جان سلام. بگو نه نخند دیگه، اگه بخوای اگر بخوای بخندی که نمیشه بابا جون. آره آره بودم میخوایی نادرم بیاریم گریه. آره حالا من میگم مامان بره نادرم بیاره خودی گریه بکنی که سوال کن. نه دیگه شوله، شوله خانم، شوله خانم بیا اینجا دیگه. الان میخوام نوار ببندم و میخوایم برفستیمش دیگه. بیا اینجا قدری صحبت کن بابا جون. بیا یک شعر کودکستانی میتونی بخونی؟ بخون ببینم. اول بگو بابا جون سلام. بابا جون سلام. خب بگو مامان فیروز سلام. مامان فیروز سلام. بگو حالا من بزرگ شدم میتونم برم کودکستان. صحبت حالا بزرگ شدم میتونم برم کودکستان. حالا یک شعر کودکستانی هم بخون بابا جون. Mary had the little lamb, little lamb, little lamb. Mary had the little lamb, it was just as no. Everyone like Mary wet, Mary wet, Mary wet. Everyone like Mary wet, lamb was she to go. باریکلا. حالا بیا یک شعر فارسی هم بخون.
حالا یک شعر فارسی هم بیا بخون. شعر فارسی. شعر فارسی. آره. شعر فارسی چی بلدی بخونی؟ جلوه خانم شما بشاد. فرویاکو فرویاکو دلمه بو دلمه بو سلله ماتینه سلله ماتینه دینگ دنگ دنگ. معنی شعر فارسی هم فهمیدیم چی حالا؟ خب حالا من تا بچه ها خوش ناظر کنن یک قدر دیگه بخوان صحبت بکنن، حالا میکروفون میذاریم در اختیار فرنگیس خانم. اونیم فرنگیس خانم هیچ صحبتی نداره بکنه. خب خانم بفهمیم جلوی اونیم چی؟ چی بگم من؟ چی بگم؟ آره مامان فیروز میدونین که راحت رفته اسرائیل، ایده تا کاغذاش اومده، خیلی دلتنگی نوشته. شما از اینجا برش گاهی کاغذ بدین دل واپس بچه هاشه. اما بچه هاش اینجا خوشحالن، خوبن دیگه، اینجا خبر تازه ای نیست. همینطور که فرنگیس خانم گفت، الان رایل خانم در حدود 10 روز گرفتن تل‌آویو و ایشون موقعی که میخواستن برن اینطور صحبت شد که اگر آقای مهندس یونس قرار باشه که نامزد اختیار بکنن، منم از اینجا یه کاری میکنم که رایل خانم بتونن بیان نیویورک. و البته باید آقای مهندس برای ما بنویسن این موضوع را و یک گارانتی به ما بدن که ما رایل خانم از تل‌آویو براشون بفرستیم بیان اونجا و دیدارها تازه بشه. خب حالا جلوه خانم شما چی میخواستی بگی؟ ها؟ برای مینو، برای جانی، برای بنی هیچ صحبت نداری بکنی؟ ها؟ باز فرنگیس خانم میخواد راجع به عروسی صحبت کنه. این هفته روز عروسی فریدون رفتیم خانه آباجی لیلاتم، همه قمخشا دور هم جمع بودن، جای شما خالی بود. هرچند شما اونجا عروسی رفتین اصل کاری، اما اینجا هم بد نبود دیگه. خانه اموجی آقام رفتن منزل نو، از اونجا رفتیم خانه اونا، هنوز جمع جو نشده بودن، جای بیجت خیلی خالی کردیم، جاشون خیلی خیلی خوبه دیگه. انشالله که بیجتم بیاد به دل خوشی خیر بگیره. به دل زمرود، به همه دوست آشنای اونجا سلام برسونین از قول من. عرض کنم که همینطور که فرنگیس خانم گفت، ما این دامادی آقای فریدون را به مامان فیروز تبریک میگیم. و حالا من نمیدونم که اون مجلسی که الان شما اونجا دور هم جمع هستین کیا هستن، ولی مدتیه که برای دوست ارجمندم آقای خسرو مرتضی‌زاده کاغذ ننوشتم. شوله خانم من دارم صحبت میکنم، شما لطفا ساکت باش. برای خسرو هیچ نامه ننوشتم و میدونم که از من رنجیده، ولی خب خودش میدونه که من سخت گرفتارم و تنبلیه. آقای دکتر شفیان هم که چه عرض کنم، ایشون موسیقی خورده به بنده سرسنگین هستن و قهر هستن، ولی خب بنده کوچکترم، عذرخواهی میکنم و ایشون البته نباید از من رنجیده باشن. آقای دکتر موسی رجب‌زاده که چه عرض کنم، ایشون که اصلا گوششون به این حرفا به دکارم نیستش. خب حالا بچه ها چی میخوای صحبت بکنی؟ بفرما هر چی میخوای بگو، بگو صحبت کن. بابای آمریکایی من حالا یه شعر دیگه میخوام بخونم. Jambrao had a little ear. Jambrao had a little ear. Jambrao had a little ear. One little ear ball. One little, two little, three little ear. Four little, five little, six little ear. Seven little, eight little, nine little ear. آفرین جلوه خانم. حالا نمیدونم خسروان بلده تا 8 و 9 10 بخونه، یعنی جلوه ما که تا 20 میتونه بگه. و اما راجع بیجت خانم، خب بیجت خانم پاک ما رو فراموش کردی. اولا بهتون بگم که منزلتون همینطور که اطلاع دارین رفتن منزل نو و خیلی جاتون خیلی خوبه و آقا جون هم مشغول ساختن ساختمانشون هست و تصور میکنم 5-6 ماه دیگه ساختمانشون تمام بشه و خیلی جای خوبی دارن. اول آل نبی آقا چطوره؟ کاملا ما رو فراموش کردن. نمیدونم شما های چی فکر ایران آمدن دارید یا نه. از قرار خسرو شنیدم برای تابستان میخواد بیاد. البته یک سفارشی دارم که اینجا نمیتونم بگم، ولی خب برش توی نامه مینویسم. البته میخوام ایشون یه زحمتی هم بدم. و اما دیگه راجع به باقی رفقا، از قرار شنیدم که آقای بیچوپون هم موقع عروسیشون و همین شبا به نظر مهمانی دارن اونجا. انشالله که این شبا برای شما شبهای خیلی خوبی باشه. خب شوله خانم ببین، اگر نمیخندی، شلوغ نمیکنی،
بیا بابا نکن نمیشه خندم بابا جون. بیا جلوی یه خورده صحبت بکن تا من مامانو بفرستم اون اتاق. اونم نادره میتونه بیارش یه خورده قنگ و قنگ بکنه آقا آقا بگه یا نه. بیا بابا جون نه شلوغ نکن. نه 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 خیر نه نه بابا ام سلام سلام اون فیز سلام سلام بنی جون سلام دایی یونه سلام. آره دیگه کی سلام؟ جانی سلام. مینو سلام. خب بعدش ارز کنم گل همینطور که یکی کمر اسم بردم یادم اومد به همسایتون، اون همسایه که البته بغل اتاق من میخوابید و مامان فیروز شبا برش بشقاب پلو شباتی درست میکرد، تدگیار جمع میکرد برش میذاشت. نمیدونم این هست نیست چطور شده، البته اگر اونجا هست سلام ما رو بهش برسونین و راجع به اون چمدان ها خیلی عذرخواهی بکنین که برش ناراحتی تولید شد، جدا من معذرت میخوام. خب حالا نمیدونم از کجا باز شروع کنیم. جلوه خانم شما حرفی داری بزنی؟ خب جون هر چی حرف داری بزنی که این نوار یک روش خالی خالی، اگه نوار خالی رو بفرستیم نیویورک مسخرهمون میکنن. بگو اینم بابا جون چی میخوای بگی؟ خیلی خب فرنگیز همینطور که ملاحظه فرمودین میگه که شما پر کنین برای ما بفرستین. طوری نمیشه، هر دفعه که نمیشه ما برای شما نوار بفرستیم، یه دفعه شما برای ما نوار پر کنین بفرستین. خب چی میخوای بگی جلوه جون؟ بگو بابای آمریکایی من خواهم به مامانم بگم که بری نادر یه خوده بیاره قوم قوم بکنه. آره این نادر ما فقط بلد قانگ قوم بکنه، خیلی که دیگه لوتیگری کنه بخواد حرف بزنه فقط میگه اقا اقا اقا، چیز دیگه بلد نیست بگه. و مامانشم خیلی عصبانی است که برشی همین بلد نیست بگه مامان مامان مامان، همش میگه اقا اقا اقا. و خب حالا باز ببینیم بچه ها چی میخوان بگن. شلو خانم خب حالا باز میکروفون میذاریم در اختیار فرنگیز خانم، شاید ایشون باز بخوان صحبت بکنن. اینجا همه قوم خوشا چشم بران که نادر دندان در بیاره از ما سور بگیره. ما هم گفتیم حالا مگر در بیاره رو دندانش میخواییم قاب بگیریم کسی نفهمه تا برای تولدش دوتا یکی بشه میمونیم. حالا شما چی سلام میدونین بنویسین برام. من گمان کنم شما اصلا از مدتی که تشریف بردین از ایران این اصطلاح رو کاملا فراموش کرده باشین که بچه دندونی در میاره و بعد براش یک آشی میپزن و یک میمونی میکنن از این سوزور صحبت ها. اونجا ها نمیدونم حالا چی رسم هست، ولی اینجا هنوز از اون رسم ها هست و همه دندان تیز کردن که نادر ما دندان در بیاره و ما یک سوری بهشون بدیم. و اما دیگه راجب این که در کاغذ تو نوشته بودین که از اینکه من مشغول کار مرغداری شدم خوشحال هستین، لابد یک اطلاعاتی میخواییم بهتون بدم. مدتیه که یک ساله که مشغول کاری هستم و البته زیر نظر یک متخصصی که از اسرائیل اومده و الان در حدود 24,000 تا جوجه داریم و شاید تا هفته آینده بتونیم اولین پارتی جوجه رو بفرستیم بره بازار. و وضعیت جوجه ها خیلی خوبه، مشهدی ها خیلی میان اونجا برای تماشا و خیلی خوششون اومده از این تشکیلاتی که من درست کردم. البته این تشکیلات همش در اون باغ 60,000 متری کرجه که از 3 سال پیش در حدود 3 سال پیش خریدم و بیشترش هم برای درخت میوه درست کردم. البته 10,000 متر از یک گوشه این باغ اختصاص دادیم برای کار جوجه کشی که البته خود جوجه کشی نه ولی جوجه پروری، چون جوجه با هواپیما از اسرائیل میاد و ما پرورش میدیم. مثلا فردا صبح که من میخوام برم فرودگاه و این نوار بدم به سر آقای رفینیا برای شما بیارن، 2500 تا برم با هواپیمای یا ایر فرانس یا بی او سی نا یا کدوم برم جوجه میاد و میذاریم میبریم باز تو باغ. خب باز از هر چی بگذاریم سخن دوست خوشتر است. عرض کنم که ما همون سبک ترقبه خودمون باید از اون یک کنار شروع کنیم، بگیم که مامان فیروز لطفاً از قول ما به زنداش سلیمان آقای سلیمان یوسف زاده و خانم آقای عبدالحمید یوسف زاده و دوست آشنایان، حالا نمیدونم چه شکلی میگفتن اون موقع ترقبه بودن، کی از کجا سلام برسون، کی از طرف ما دیدو بوسی نماید، چه کار کنید کجا کنید، من درست اون اصطلاح رو بلد نیستم، ولی لطفاً به دوستان آشنایان فامیل ها و همه که اول پرس هستن سلام ما رو برسونین، خیلی ممنون میشیم از شماها. و الان ساعت در حدود 10:10 است و آخر شب شده. حالا از فرنگیز خواهش میکنم که این پیچ رادیو رو باز کنه ببینیم که مدتی شما ایران نبودین، ببینیم خب این رادیو تهران رادیو ایران، چون اول رادیو تهران بود ولی حالا یک فرستنده دیگه درست کردن به نام رادیو ایران که خیلی قوی تره و صداش هم ممالک اروپایی میفهمن. ببینیم این رادیو ایران چی میخواد بگه و گمان میکنم که شما بیمیل نیستین که
بعد از چندین سال صدای رادیو ایران رو بفهمین که ببینین گوینده‌ها چجوری صحبت میکنن و یا اینکه چه موزیکی میزنه.